حکایت روباه و گرگ. روزی از روزها که مثلش فراوان، روباه و گرگی با یکدیگر دوست بودند و با هم در یک لانه زندگی می کرد. آنها در ابتدا دوستان خوبی برای هم بودند، اما به مرور خوی وحشی گرگ بر او غالب شد و شروع به آزار و اذیت روباه کرد. روباه که از دست زورگویی های گرگ خسته شده بود، روزی او را صدا زد و گفت: دوست من، اگر دست از آزار من بر نداری، خداوند انتقامم را از تو خواهد گرفت و بدان جزایی که خداوند برای ظالمان در نظر گرفته است بسیار سخت و طاقت فرساست. شاید جزای کارهای تو این باشد که به دام آدم ها بیفتی و هیچ راه نجاتی هم نداشته باشی، زیرا آدم ها بسیار هینگر و قدرتمندند و می توانند کوه ها را ذره ذره خرد کنند و از جایی به جای دیگر ببرند. پس از بدرفتاری با من دست بردار و مهربان باش تا نتیجه کار خود را ببینی. گرگ به حرفای روباه خندید و گفت: تو لایق این حرفهای گندهی که از دهانت بیرون می آید نیستی، پس بی خود سعی نکن مرا نصیحت کنی. بعد دستش را بلند کرد و با پنجه به صورت روباه کوبید. روباه از درد به خود پیچید و دقایقی ساکت ماند. وقتی فشار درد کمتر شد، چیزی به روی خود نیاورد. لبخند زد و گفت: دوست من، شاید حق با توست و نباید چیزی می گفتم که تو ناراحت شوی. مرا ببخش اگر حرف بی ربطی زدم و خواستم نصیحتی بکنم. گرگ گفت: این دفعه تو را می بخشم، اما یادت باشد دوست ندارم حرفی بزنی که مرا ناراحت کند. تو هم هرچه گفتم باید قبول کنی و هیچ اعتراضی نکنی. روباه گفت: حق با توست. از این به بعد از هر چیزی که تو را ناراحت کند دوری می کنم و حرفی نمی زنم که آزرده بشوی. دانایان راست می گویند که تا چیزی نپرسیده اند حرفی نزن و دشمنانت را نصیحت نکن که آنها پرروتر می شوند و دشمنی خود را بیشتر می کنند. گرگ وقتی اینها را شنید با خود گفت: من هر کاری کنم باز همین روباه به من طعنه می زند و مرا دشمن خود می داند. پس باید او را بکشم یا از این خانه بیرون کنم. از طرف دیگر روباه آزار و اذیت‌های گرگ را تحمل می کرد و در همون حال که به روی او لبخند می زد با خود می گفت: ظلم و ستم به ضعیفان و قدر نشناسی عمر را کوتاه می کند. هرچه این گرگ در حق من ظلم کند تحمل خواهم کرد، چون می دانم این رفتار او عاقبت موجب مرگش می شود. اینها را در دل تکرار می کرد، اما وقتی با گرگ حرف می زد می گفت: ای گرگ دانا، من حیوانی ضعیفم و به خاطر همین ضعف است که گاهی گناه و خطایی از من سر می زند و تو را نصیحت می کنم. اگر می دانستی که وقتی با پنجه های قدرتمندت من رو می زنی چه دردی می کشم، می فهمیدی به خاطر ضعف و ناتوانی است که زبان به شکایت باز می کنم. البته حالا دیگر از تو شکایتی ندارم و خوشحالم، چون می دانم هر چقدر هم که تنبیه و کتک برای من که شاگرد تو محسوب می شوم، سخت باشد در نهایت چیزهای زیادی به من یاد می دهد و به خاطر آن از تو سپاس گذارم. گرگ گفت: حالا که فهمیدی پنجه هایم چه قدرتی دارد و از کاری که کردی پشیمان هستی، تو را می بخشم. به شرط آن که مثل گذشته خدمتکار من باشی و دیگر خطایی مرتکب نشوی که موجب عصبانیت من بشود. روباه به او تعظیم کرد و گفت: خداوند همیشه تو را در برابر دشمنانت سربلند و پیروز کند. از آن به بعد روباه در برابر گرگ چنین وانمود می کرد که از او می ترسد و خدمتگزار اوست، اما در دلش آرزو می کرد کاش فرصتی برایش پیش بیاید تا انتقام خود را از گرگ بگیرد. روزها به همین ترتیب گذشت تا اینکه یک روز که از کنار دیوار باقی عبور می کرد متوجه شد پای دیوار درست زیر همان سوراخی که او همیشه از آنجا وارد باغ می شود چاله‌ای کندند و روی آن را با خار و خاشاک پوشاندند. روباه با دیدن چاله وارد باغ نشد، احتیاط کرد و با دقت آن را وارسی کرد. به زودی متوجه شد آن چاله تله‌ای است برای به دام انداختن او. با خود گفت: راست می‌گوید، اگر کسی چاله‌ای ببیند و
از آن دوری نکند با پای خیش خود را به دام مرگ انداخته است. از این آدم‌های حیله‌گر هر کاری برمی‌آید. شنیدم درون باغ‌هایشان مجسمه روباه یا سینی پر از انگور می‌گذارند تا ما ببینیم و فریب آنها را بخوریم. اما همین که نزدیک مجسمه یا سینی انگور می‌شویم، سگ‌های نگهبان را به جانمان می‌اندازند. حالا که می‌دانم این چاله دامی خطرناک است، از آن دوری می کنم و امروز از قید خوردن انگور می گذرم و جانم را به خاطر خوردن یکی دو خوشه انگور به خطر نمی اندازم. او همینها را با خود گفت و از آن سوراخ فاصله گرفت. همینطور که به سمت خانه برمی گشت، فکری به ذهنش رسید. با خود گفت اگر با حیله و نیرنگ کاری کنم که گرگ امروز برای خوردن انگور به باغ برود، حتما به درون چاله می افتد و از شر او راحت می شود. پس دوان دوان به خانه رفت و به گرگ گفت: دوست من، امروز چه روز خوبی است. خداوند تو را دوست دارد و امروز با خیال راحت می توانی به باغ انگور بروی و هر چقدر که دلت می خواهد از انگورهای شیرین و رسیده باغ بخوری. گرگ پرسید: مگر امروز چه فرقی با روزهای دیگر دارد که با خیال راحت می توانم به باغ بروم؟ روبا گفت: من همین حالا از آنجا می آیم. صاحب باغ مرده است و همه به مراسم عزای او رفتند و هیچ کس نیست تا از انگورها مراقبت کند. روی هر ساقه تاک هزاران دانه انگور مثل جواهر می درخشد و انتظار تو را می کشد. گرگ خیلی زود فریب روباه را خورد و به سمت باغ به راه افتاد. روباه هم دنبال او رفت. گرگ وقتی به دیوار باغ رسید، آن سوراخ را ندید. میخواست قسمتی از دیوار را خراب کند و سپس وارد باغ بشود که روباه گفت: دوست من، خودت را به زحمت نینداز و بیا از این سوراخی که چند قدم آن طرف تر است وارد باغ شو. گرگ به حرف او گوش کرد و به طرف سوراخ رفت. اما همین که چند قدمی روی خار و خاشاک بالای چاله پا گذاشت، ناگهان زیر پاهایش خالی شد و درون آن سقوط کرد. روباه به محض لغزیدن گرگ به درون آن چاله تنگ و تاریک بالا و پایین پرید و شادی کرد و گفت: گرگ بیچاره، بالاخره دوران سروری تو هم به سر آمد و از این به بعد این باغ و تمام انگورهایش تنها برای خودم است و تو هم درون این سوراخ میمیری و نیستی تا به من امر و نهی کنی. گرگ درمانده و ناراحت شروع کرد به گریه کردن. روباه هم در دهانه سوراخ ایستاد و مدتی او را تماشا کرد و ناگهان به گریه افتاد. گرگ پرسید: تو چرا گریه میکنی؟ آیا داری با من همدردی میکنی؟ روبا گفت: دارم به حال خودم گریه میکنم. حسرت روزهایی را میخورم که به خاطر دوستی با تو از دست دادم. اگر قبل از آشنایی من تو درون چاله ای افتاده و مرده بودی، من مجبور نبودم روزهای سختی را که با تو داشتم تحمل کنم. گرگ گفت: روباه حیله‌گر، حالا به جای اینکه آن بالا بیستی و مرا تماشا کنی، برو به پدرم خبر بده تا بیاید و مرا از این چاله بیرون بکشد. روباه خندید و گفت: چه فکری میکنی؟ به هیچ کس خبر نمیدهم که چه بلایی به سرت آمده است. چیزی که تو را درون این چاله انداخت ظلمی بود که در حق من میکردی. حالا هم از من انتظار نداشته باش کمک کنم تا بیرون بیایی. گرگ وقتی دید روباه از دستش دلگیر است، با لحنی مهربانانه گفت: دوست خوب من، تو همیشه به من لطف داشتی و به من احترام میگذاشتی، اما حالا از دست من دلگیر و ناراحت نباش که اینجا وقت اینجور دعواها نیست. از تقصیرات من چشم پوشی کن که خداوند هر کسی را که گناه دیگران را ببخشد دوست می‌دارد. روباه گفت: ای جانور زورگوی احمق، چه زود مهربان شدی و خلق و خوی وحشی خود را فراموش کردی. تا وقتی این بالا بودی، نه حق دوستی را به جا می آوردی و نمی دانستی مهربانی چیست. حتی هر وقت تو را نصیحت می کردم، عصبانی می شدی. حالا چه شده که خودت زبان به نصیحت من باز می کنی؟ گرگ غرور همیشگی خود را زیر پا گذاشت و زاری کرد و گفت: حالا پشیمانم. از تقصیر من چشم پوشی کن که بخشش کار بزرگان است. حالا کاری بکن که از این چاله تاریک بیرون بیایم که هر لحظه ممکن است صاحب باغ از راه برسد. روباه گفت: فکر رهایی از این دام را از سرت بیرون کن.
این چاله و مرگ دردناکی که در انتظار توست جزای همان بدیهایی است که به من و دیگران می‌کردی. گرگ به گریه افتاد و گفت این حرف را نزن. می‌دانم تو روباه مهربان و با وفایی هستی و مرا اینجا تنها نمی‌گذاری تا بمیرم. روباه وقتی گریه‌های دوست خود را دید گفت جانور بی‌شعور. پس یک دفعه آن همه تکبر و زورگوییت کجا رفت که حالا داری گریه می‌کنی؟ تا حالا اگر از من مهربانی و وفاداری دیدی به خاطر این بوده که از دشمنی و قدرتت می‌ترسیدم و الا هیچ وقت دوست نداشتم در خدمت تو و گوش به فرمان تو باشم. گرگ گفت چرا با من طوری حرف می‌زنی که انگار همیشه دشمن یکدیگر بودیم. حالا زمانی است که باید حق دوستی را به جا بیاوری و من را از این گودال نجات بدهی. دوستان خوب کسانی هستند که در زمان سختی‌ها به داد یکدیگر برسند. حالا برو از این اطراف تنابی پیدا کن و یک سر آن را به درختی ببند و سر دیگرش را درون چاله بینداز تا من خودم را بالا بکشم. اگر از این مهلک نجات پیدا کنم تمام داراییم را به تو می بخشم و قول می دهم دیگر به تو آزاری نرسانم. روباه گفت عجب حیوان خوشخیالی هستی. این حرفا و التماس کردنها برای تو تناب نمی شود. من کاری نمی کنم که نجات پیدا کنی تا دوباره روزگار سخت گذشتم تکرار شود. رفتاری را که با من داشتی به خاطر بیاور و توبه کن که زمان مرگت نزدیک است. همین که صاحب باغ بفهمد درون این گودالی می آید و سنگ بارانت می کند یا سگهایش را به جانت می اندازد تا تکه تکهت کند. گرگ گفت ای روباه مهربان، اینقدر کینه‌جون نباش. بیا گذشته ها را فراموش کنیم و با هم آشتی کنیم. آخر چطور می توانی مرا اینجا تنها بگذاری و شاهد مرگم باشی؟ روباه گفت بی خود التماس نکن. برای من غریبه نیستی و می دانم وقتی این حرف ها را به من می زنی در دلت چه می گذرد. در پشت این حرف ها با خودت می گویی وقتی نجات پیدا کنم روباه را با پنجم تکه تکه می کنم. مگر غیر از این است؟ رفتار تو مثل رفتاری است که شاهین با کرک داشت. گرگ گفت مگر شاهین چه کار می‌کرد؟ روباه گفت روزی به باغ انگوری رفته بودم و در آنجا کرکی دیدم که او هم برای خوردن انگور آمده بود. همینطور که در میان شاخ و برگ درختان مشغول خوردن بود، ناگهان شاهینی از آسمان فرود آمد تا او را شکار کند. اما کرک متوجه او شد و به سرعت فرار کرد و در لانه خود فرو رفت. شاهین به دنبال او رفت و کنار سوراخ لانه نشست و گفت ای پرنده ی نادان، چرا از دست من فرار میکنی؟ در آسمان پرواز میکردم و تو را درون این باغ دیدم که دنبال غذا میگردی. فکر کردم حتما خیلی گرسنه ای. دانه ای از روی زمین پیدا کردم و با منقار برداشتم تا آن را برای تو بیاورم، اما تو از دست من فرار میکنی؟ حالا نترس و بیا بیرون و دانه ای را که برایت آوردم بخور. کبک خوشخیال حرفهای شاهین را باور کرد و از لانهش بیرون آمد. ناگهان شاهین با چنگالهایش بر سر او پرید و شکارش کرد. کب گفت هیلگر، دانه‌ای که می گفتی همین بود؟ مرا فریب دادی و دروغ گفتی؟ تقصیر خودم است که فریب تو را خوردم، اما آرزو می کنم به خاطر فریبکاریت گوشت تنم زهر بشود و جانت را بگیرد. شاهین به او خندید و سپس جان کبک بیچاره را گرفت و او را خورد، اما چند دقیقه بیشتر طول نکشید که به خاطر خوردن آن گوشتی که با فریب و نیرنگ به دست آورده بود بر زمین افتاد و مرد. حالا ای گرگ بیچاره، نیت واقعی و آنچه را درون دلت می‌گذرد برایم بگو. اگر دروغ بگویی تو هم به سرنوشت شاهین دچار می‌شوی. اگر کسی دامی برای کسی دیگری بکند خودش درون آن دام می افتد و گرفتار می شود. گرگ گفت روباه عزیز، حالا وقتی این حرفان نیست، آیا با این گفته ها می خواهی بیشتر زجر بکشم؟ همین که درون این چاله گرفتار شده ام برای تنبیه هم بس است. حالا دیگر دوست و دشمن به حال زار من گریه می کنند. به جای این حرفا فکر کن تا از درون این دام بیرون بیایم. بالاخره روزی محبت تو را جبران می کنم. حتی اگر فکر می کنی نجات دادن من کار سختی است، مطمئن باش خداوند کاری نی که تو را جبران می کند. دوست واقعی کسی است که در وقت گرفتاری و سختی به دوستان خود کمک کند. برای همین است که می گویند دوست خوب از برادر هم بهتر و دلسوزتر است.
حالا وقت آن رسیده است که تو هم دوستی خودت را ثابت کنی. اگر به من کمک کنی تا نجات پیدا کنم، دار و ندارم را به تو می بخشم و کاری می کنم که از این به بعد در کمال آسودگی زندگی کنی. به تو کارهایی یاد می دهم که با آنها می توانی در قفل شده باغها را باز کنی و از نعمتهایشان بهره مند بشوی. روباه به حرفهای گرگ خندید و گفت: راست گفتند که حیوان هرچه بزرگتر و خشنتر باشد عقل کمتری دارد. گرگ گفت: چرا این حرف را میزنی؟ روباه جواب داد: با این حرفهایی که تو میزنی تازه دارم میفهمم ذره عقل درون کلت نیست. من حالا بدترین دشمن تو و راضی به مرگت هستم، اما تو هنوز خیال میکنی با تو دوستم و به من راه و روش دوستی یاد میدهی؟ از اینها گذشته به من وعده می دهی که می خواهی کارهایی یادم بدهی تا در باغها را باز کنم، اما ای جانور کم عقل، تو حتی نمی توانی خودت را از درون این چاله نجات بدهی. آن وقت چطور می خواهی به من کارهای ناممکن یاد بدهی؟ وقتی می بینم تو حتی قادر نیستی به خودت کمک کنی، دیگر حرفها و وعده هایت به چه دردم می خورد؟ اگر واقعا کاری از دستت برمی آید، اول خودت را از این گودال بیرون بیاور. تو مثل همان مردی هستی که به بیماری کچلی دچار بود و میخواست کچلهای دیگر را درمان کند. روزی از روزها مرد کچلی به مرد دیگری برخورد که او هم بیماری کچلی داشت. مرد کچل گفت: میخواهی بیماریت را درمان کنم؟ کچل دومی وقتی دید خود او حتی یک تار مو روی کلش ندارد، جواب داد: تو اگر می توانستی اول سر کچل خودت را درمان می کرد. حالا گرگ بدبخت، تو هم اگر کاری بلدی برای خودت انجام بده و اگر بلد نیستی همینجا بمان تا سرنوشت به سراغت بیاید. گرگ وقتی اینها را از روباه شنید فهمید که دیگر هیچ امیدی به کمک او نیست. پس بی اختیار اشک از چشمانش جاری شد و با خود زمزمه کرد که: وای بر من که نادان بودم و نمی دانستم چه کار می کنم و تا چه اندازه روباه بیچاره را آزار می دم. اگر از این چاله نجات پیدا کنم، توبه می کنم و سر به کوه و بیابان می گذارم تا از این به بعد فقط خدا را عبادت کنم. دیگر به هیچ موجودی آزار نمی رسانم و به حیوانات ضعیفتر کمک می کنم. گرگ آنقدر زار زد و اظهار پشیمانی کرد که دل روباه برایش سوخت. کنار چاله رفت و پشتش را به گودال کرد، طوری که بتواند دم بلندش را درون گودال بفرستد، و بعد فریاد زد: حالا که میبینم واقعا پشیمان شده ای، دمم را بگیر و بالا بیا. گرگ روی پاهای عقب خود ایستاد و دستهایش را به دیواره گودال گرفت و یک دفعه پرید و دم روباه را چسبید، اما به خاطر اینکه سنگین تر از او بود، روباه هم با او به درون گودال کشیده شد. وقتی هر دو در آن دام گرفتار شدند، گرگ رو به روباه کرد و گفت: حالا دیگر مرگ به سراغ هر دوی ما می آید. یادت می آید تا وقتی آن بالا بودی چطور مرا به بازی می گرفتی؟ این هم سزای تو، اما قبل از اینکه آدم‌ها بیایند و مرا بکشند، باید به خاطر آن همه زبان درازی که کردی تو را بکشم. روباه وقتی دید خوی وحشی گرگ دوباره به او بازگشته است، با خود گفت: خودم کردم که لعنت بر خودم باد. حالا قبل از اینکه زیر دست و پای این گرگ ناجوان مرد بمیرم، باید حیله‌ای به کار ببرم تا شاید راه نجاتی پیدا کنم. سپس رو به گرگ کرد و گفت: ای دوست دانا و قدرتمند من، قبل از اینکه مرا بکشی به حرفم گوش کن تا شاید هر دو از این گودال نجات پیدا کنیم. گرگ پرسید: حالا که خود تو هم در دام گرفتاری، چطور می توانیم نجات پیدا کنیم؟ روباه گفت: دوست من، وقتی آن بالا بر لبه چاله ایستاده بودم، شنیدم که چطور از کارهای گذشته خود پشیمان شده ای و به خودت قول می دهی که دیگر هرگز هیچ جانوری را آزار ندهی. گفتی میخواهی از این به بعد غرور و زورگویی را کنار بگذاری و ناخونهایت را کوتاه کنی و دندانهایت را بشکنی. گفتی اگر از این مهلکه نجات پیدا کنی، سر به بیابان میگذاری و فقط به عبادت خداوند مشغول میشوی. وقتی اینها را با خود زمزمه میکردی، فهمیدم واقعا از کارهای گذشته خود پشیمانی. پس با وجود اینکه مدت‌ها بود آرزوی مرگ تو را داشتم، اما دلم برایت سوخت و دمم را پایین دادم. اما تو دمم را چنان گرفتی که داشت از جا کنده می‌شد و عاقبت مرا هم با خودت به داخل گودال کشیدی. حالا هر دو گرفتار هستیم و اگر به حرفهای من گوش نکنی و
به قولهایی که به خودت دادی عمل نکنی، به زودی هر دوی ما خواهی مرد. با کشتن من چیزی نصیب تو نمی شود، زیرا از دست مرده ها هیچ کاری بر نمی آید. پس بیا تا با کمک به یکدیگر راهی برای خلاصی از اینجا پیدا کنیم. گرگ پرسید: بگو ببینم، چه فکری برای خلاصی از اینجا در سر داری؟ روباه گفت: بگذار روی سرت سوار شوم، بعد روی پاهایت بلند شو تا من بتوانم لبه گودال را بگیرم و از اینجا بیرون بروم. آن وقت میروم و تناب میآورم و کمک میکنم تا تو هم بیرون بیای. گرگ گفت: چطور باید به تو اعتماد کنم؟ قبول کردن حرفای کسی که غیر قابل اعتماد است چیزی به غیر از ضرر نصیبم نمی کند. تو فقط به فکر نجات خودت هستی و وقتی به آن بالا برسی مرا تنها میگذاری. روباه گفت: شک و تردید نمیتواند ما را از اینجا نجات بدهد. عاقلانه ترین کار در این اوضاع و احوال این است که به یکدیگر اعتماد داشته باشیم. اگر از اینجا بیرون بروم و کاری کنم که تو هم نجات پیدا کنی، هر دوی ما سود خواهیم برد. اما اگر بروم و تو را تنها بگذارم، پشیمان میشوم، چون مرگ و زندگی در دست خداوند است و بعد از رفتن من ممکن است به اراده او از این دام رهایی پیدا کنی و برای انتقام به سراغم بیایی. حالا تصمیمت را بگیر که وقت زیادی نداریم و هر لحظه ممکن است آدم‌ها به اینجا بیاید. گرگ گفت: با اینکه تو را میشناسم و میدانم که نباید به تو اعتماد زیادی داشته باشم، اما این کار را میکنم. وای بر تو اگر به قول خود عمل نکنی. آن وقت خداوند جزای تو را میدهد. مطمئن باش اگر خیانت کنی و در اینجا مرا تنها بگذاری، روزگار انتقامم را خواهد گرفت. پس از گفتن اینها، گرگ روباه را بر شانه های خود سوار کرد و روی پاهایش ایستاد تا او بتواند لبه گودال را بگیرد و بالا برود. روباه هم با چابکی از روی شانه های گرگ جست زد و از گودال بیرون پرید. گرگ گفت: دوست عزیز، حالا معطل نکن و کمک کن تا من هم بیرون بیایم. روباه کنار گودال ایستاد و بلند بلند خندید و گفت: ای گرگ احمق، روزگار گاهی با ما شوخی های تلخی می کند. این که دقایقی پیش به دام تو افتادمم یکی از آن شوخی‌های تلخ روزگار بود، اما خداوند مرا از دست تو نجات داد، زیرا سرشت تو وحشی و ناپاک است. چرا وقتی به گودال افتادم می‌خواستی قبل از رسیدن آدم‌ها مرا بکشی؟ سرشت تو این گونه است که از آزار من لذت می‌بری. پس انتظار نداشته باش تو را نجات بدهم. با وجود حرفایی که از بالای گودال به تو زدم، مطمئنم اگر تو را بیرون بیاورم زنده هم نمی گذاری. چه خوب گفتند که راحتی و امنیت دنیا در مرگ ظالمان است. پس من هم برای اینکه آسوده باشم تو را به حال خودت رها می کنم تا به زودی بمیری. گرگ وقتی اینها را شنید، سعی کرد دوباره دل روباه را به دست بیاورد. ای دوست عزیز، تو مثل تمام هم نوعان خود شیرین زبان و شوخ طبعی، اما حالا چه وقت شوخی کردن است؟ هر لحظه ممکن است آدم ها بفهمند که در دامشان گرفتار شدم و به اینجا بیایند. روباه گفت: هیچ کدام از گفته های من شوخی نیست. فکر نکن بعد از اینکه از دست تو نجات پیدا کردم دوباره فرصتی به دست می آوری و مرا بکشی. گرگ گفت: فراموش نکن این من بودم که به تو کمک کردم تا از گودال بیرون بپری. پس تو هم حق دوستی را به جا بیاور و با من همین کار را بکن. من هم در عوض بعد از خلاصی از اینجا پاداش خوبی به تو میدهم که خوشحالت خواهد کرد. روباه گفت: پاداشی که تو میخواهی به من بدهی مثل پاداش آن مار زهراگین است. گرگ پرسید: این دیگر چجور پاداشی است؟ روباه گفت: مار زهراگینی از جعبه مردی مارگیر فرار کرده بود. او در بیابان به این طرف و آن طرف می رفت و دنبال سوراخی می گشت تا خود را از دست مارگیر که در تعقیبش بود پنهان کند. در بین راه مردی به او رسید و پرسید: این مار بیچاره، چرا ترسان و لرزانی؟ مار جواب داد: از دست مارگیر فرار می کنم و اگر مرا در جایی پنهان کنی، بعد از نجات از دست مارگیر به تو هدیه گرانبهایی می ده. مرد تمکار به امید پاداش مار را گرفت و زیر پیراهن خود پنهان کرد. مدتی بعد مارگیر از آنجا گذشت و مار را پیدا نکرد و به راه خود رفت. بعد از دور شدن او، مرد از مار پرسید: حالا که نجات پیدا کردی چه هدیه‌ای می‌خواهی بدهی؟ مار هم گفت: دوست داری کجای بدنت را نیش بزنم؟ از حیوان بی دست و پایی مثل من که روی شکمش می‌خزد چه انتظاری داری؟ پاداش مار چیزی جز نیش زهراگینش نیست.
مارین را گفت و مر را نیش زد و بعد هم از آستین او بیرون آمد و از آنجا دور شد. طولی نکشید که مرد ساده لوح بر اثر زهر آن مار به زمین افتاد و مرد. حالا ای گرگ بدزاد، من هم اگر تو را نجات بدهم انتظار ندارم به جز خشم و کینه از چیز دیگری نصیبم بشود، چون به غیر از این دو خصلت بد و ناخونهای بلند و دندانهای تیز چیز دیگری در وجود تو نیست. گرگ وقتی دید با مهربانی نمیتواند دل روباه را به دست بیاورد، برید و گفت ای روباه، مرا این طور به حال خود رها نکن. تو خودت به قدرت من آگاهی داری و میدانی حیوانات چطور از من میترسند و در خدمتم هستند. پس تو هم حد خودت را بدان و از انتقام من بترس و مثل گذشته گوش به فرمان من باش. روباه گفت ای حیوان کم عقل، علاوه بر نادانی پر روح هم هستی. چطور میتوانی در این حال و وضعی که هستی دستور بدهی و مرا خدمتگزار و بنده خودت بدانی؟ من دیگر از تو قطع امید کردم و به زودی آدم ها را به اینجا می کشانم تا بیایند و در همین چاله تو را سنگ باران کنند. بعد به سرعت بر سر دیوار باغ جست و شروع کرد به زوزه کشیدن. چند لحظه بعد وقتی مردم و صاحب باغ صدای روباه را شنیدند، چوب و چماق برداشتند و به سمت او دویدند. روباه به سرعت از دیوار پایین پرید و فرار کرد. مردم هم که تا پای دیوار آمده بودند، وقتی دیدن پوشش دام فرو ریخته فهمیدن چیزی درون آن افتاده است. جلو رفتند و گور را گرفتار در دام دیدند و سنگ بارانش کردند. او را انقدر با سنگ زدند که جان به جان آفرین تسلیم کرد و در همان گردال مرد. بعد از رفتن مردم روباه بر سر چاله برگشت و وقتی مطمئن شد که گرگ مرده است، فریاد زد این هم سزای ظلم و بدرفتاری تو. از آن به بعد روباه به تنهایی و با خیالی آسوده به زندگیش ادامه داد.